سلام برای عکس یوتیوب سال نو رو بهتون مبارک میگم امیدوارم که هر سالی که هر اتفاق خوب افتاده دوباره بیفته بعد آقا با حسین هستیم اینجا میخوام امروز راجبه به این داستان ماهرمزون و داستانی که مهرمزون افتاده تو اید یعنی از این کایری تر نمیتونه اتفاق بیفته حسین میدین کایری یعنی چی؟ نه بله k آی آر آی کایری نه نه نمیدونم چی الان اگه میشه ادیتور بله تصویر بله بله من احساس خنگ بودم هم دست گفتم سویل چی داره میگه اول ویدیو کایری بود دیگه کار کایری خب این خیلی حال میده من همه مهمونی استفاده میکنم نه همه مهمونی یعنی اگه هر جا چیزی میگم خیلی کایریه این موضوع واقعا کایریه بعد همه موافقت میکنن اینا بعد میگم میدونی کایری چیه بعد میگم چی بخوای نه میگم کایری K I همه خود میکنن بعد در تو سرشون سپل میکنن بعد یه بار دیگه میخوننش بعد درست میخوننش بعد یه یعنی پراسسش همیشه همینه خیلی باله خلاص آقا این دیگه واقعا خیلی موضوع کایریه که ماه رمزون تو اید باشه یعنی پشما من هیچ وقت اصلا اینو به خواب من یه بار ماه توی از وسط زمستون بود که ساعت مثلا سه بعد از خورشید غروب میکنه واسه همین خیلی روزا کوتاه بود اه. بعد ساعت مثلا نه ساعت سه یا 4 خوشی غروب می‌کرد بگو ساعت مثلا 4 غروب می‌کرد و من ساعت چه... ساعت 3 و مثلا 50 دقیقه خواب بیدار شدم 10 دقیقه مونده بود به افطار بعد بلند شدم دوریدم، رفتم تو آشپزخونه بعد یه مغازه بود تو تجریش گوشت خوک می آورد از روسیه اگه بهش می گفتی به سوسیس های خوک می داد من خونم خو... سوسی... خیلی جالب بود امیر حسین خالش از فرانسه برای اون آورده بود بعد من خوردم معتاد شدم که چقدر خوشمزه است گوشت خوک اه. بعد گشتم یه مغازه تو تجریش پیدا کردم که میفروخت خلاصه دیگه سوسیس خوک توی یخچال بود من ده دقیقه اونو بیفت از خواب بیدار شدم بعد دویدم توی آشپزخونه سوسیس خوک کردم چون گاز می زدم. و به آسمون نگاه میکردم فوش میدادم گفتم یه وقت فکر نکنی من افتار بود ما روزه بودم و سگ زده <applause> <applause> خدا یه روز تایمش میزده ای سوهیدم بس به داره روزه میگیره آفرین <applause> پنیقه آخر محصول ها اومدن که حالا چرا گوشت خوی خوردی که دیگه اگر احیانا هم مثلا خورشی ده دقیقه زود مثلا بعدا قانون باشه که خدا بگه نه ما بیست دقیقه قبل از مثلا خورشید قبول داریم گفتم که نه خوش بره تو بدنم که همه جوره کنسل باشه حالا تو خودت حالا روزه گرفتی این نزدیک اینش بود دیگه نه یعنی اینکه چیز نه اون که پنج روزه رو که دیدیم هم اون که مثلا خود بگیری و اینا بری تو داستانش نه هیچ وقت هیچ وقت نه هیچ وقت هیچ وقت یادم نمیگفته باشم هم یه بار نزدیکترینش همین داستانی بود که میگم ده دقیقه دیگه غذا نمیخوردم میرفت تو چیز اه. میرفت تو با زور میشدم روزه چون خواب بودم تمام روز اینا. نه روزه خیلی برای من احمقانه بود یعنی اینکه مثلا نمیتونی غذا بفروشی اصلا احمقانه ترین داستانه یعنی میگه ما انقدر ضعیفی نمیتونیم خودمون رو کنترل کنیم برای خدا ولی خود داستانش قبول داری دیگه یعنی اینکه برای بدن خیلی مفید و اینا حالا اینکه بازی اصلا مفید نیست برای بدن اگر آب میخوردی و غذا نمیخوردی آره حرف درست بود ولی این اگر شما آب نمیخوری ده دهن دهنتو میگی دهن بدنتو میگی اوراس هر دکتری میخواد بپرس برای اگه تو غذا نخوری تو باعث میشه بدنت بره توی یه فرمی که شروع میکنه از گشنگی سلوله خرابشو خوردن و تو در واقع داری بدنتو تز تمیز میکنی <applause> ولی وقتی آب نخوری این اتفاق وای میسته چون چیزی نیست که تکون بخوره تمیزشه بیز بینون تو داری به خود ضربه میزنی بعد خود تو دی هایدریت میکنی بعد وقت دی هایدریت میکنی سلولا آبشون رو قرض میدن به بدن یعنی سلولا خودشون در واقع موقتی میکشن آفرین. آب توش هست میده بیرون که استفاده کنیم مثلا همین آب خوردنش همین که توش آب نیست نشون میده یا تونش در آورده اینو. <applause> چون اگه مثلا میخواست مثلا یه کار خوبی بکنه یه تحقیق پشتش بود ولی وقتی که یهو گفته هیچی نه بخوری فقط از زرج بکشی یه حالت نشون بدی به خدا که من دارم به خاطر تو خودمو میگم <applause> و این منطقی پشتش نیست و اگرم این هم بذار بگم اگر خود حضرت فلان و می اومد میگفت آقا تو روزه باید آب بخوری بعدش هم تحقیقات می میگفت بهترین حالت اینه که غذا نخوری یا آب نخوری آب بخوری اونم باز شانسی بود یعنی اینجوری نبود که بس ثابت کنه پس ببین روز واقعی و نمیدونم امام ما ما نه اونم به اون ربطی نداره اونم شانسی میشد حالا هم که نشده اصلا یعنی اگه میشد الان ما که نه چهجوری شانسی شده واسه میگم یه بعضی مشتری شانسی میشه همین جوریه یعنی اینکه گیر میفته سر این موضوع اینجوری حالا خوشبختانه اینکه دیگه شانسی هم نشده یارو گند زده دوما تو دو وقتی یه غذا نمیخوری اون تمیز شدن بدنت بعد از 24 ساعت شروع میشه نه نه 18 ساعت اگه اشتباه نگم آره بعد 18 ساعت شروع میشه هیچ افتار هیچ روزه 18 ساعت نیست واسه همین تازه بعد آبم بخوری ولی یعنی اونم باز نیست چون اگه بود میگو آقا 18 سال غذا نخور بعد تازه 18 سال شروع میشه یعنی بعد بیشتر سعی غذا نخوری اه. بعد خلاص میگه وقتی می دیتیل نگاه میکنی اونی که همه چسبونن یه چیزی که نزدیکشه اون اون دایت نیست اه. این دایتی که مثلا من گرفتم 5 روز غذا نخوردم این اون دایته که خب خیلی سخته هر کسی نمیتونه 5 روز غذا نخوره نه جنده جن نمیشه من نمیدونم کی فقط آب میخورم من نمیدونم کی این کار کرده ولی واقعا کسخل میشی مخصوصا وقتی که توی خونه هستی که بچه داره غذا میخوره بوی غذا داره صبح تا شب میاد تو خونه بلند میشه رو میز پره غذاست چونم پاره شد تازه گلم میزنم یعنی کرم میکنم یعنی واسه خیلی سخت بود که من چیز نکردم که من به قول معروف کردم و مثلا اون تمیز میکنه بدن تو بعد یه دوست دکترم داشتم باش صحبت میکردم میگفت الان تو تمام این چیزای دکتری که برام میفرستن آپدیت که مثلا تحقیقاتی که شده میگه بهترین نوع تغذیه اینه که 6 ساعت غذا بخوری 18 ساعت غذا نخوری هر هر تایمی که میخوای خود انتخاب کن فقط 6 ساعت غذا بخور سه بعد از نه شب بخور شش بعد تا 12 شب بخور از 9 صبح تا سه بعد از ظهر بخور خودت 6 ساعتش میتونی انتخاب بکنی ولی اگه خارج 6 ساعت غذا نخوری تو اون ساعت بدن مشتی قوی میشه و همه جوره برات عالیه این آخرین تحقیقاتی بود که دوست دکترم به من گفت وزم کم کر... ت... کم کردی قبل از بعد از چیز بعد از روز گرفتن اینا آره ولی پوینت از کم کردن نیست مثلا من وز... چون من میدونستم مثلا برم توی این دو کیلو سه کیلو لاغر میشم وقتی هم بیام بیرون ظرف حالا دو هفته تا یه ماه دوباره دو تا کیلو چاق میشم آها یعنی بعدش نمی... که لاغر شده بودی آره من اصلا اصلا واسه لاغریش نمیکنم من فقط واسه تمیز کردن سلولای سرطانی میکنم آها بیشتر از پنج بهترین حالتش هم میگن سی روز که بعد از پنج روز باید بری پیش دکتر یعنی نمیتونی خودت تو خونت بکنی باید بری یه جایی که یه درست کردن برای این کار صبح تا شب دکتر توشه هر روز ازت تست میگیرن اونجا تا سی روز مثلا گوشت نگرد که مثلا بدن مثلا سرطان داری آخرین راهی که شب بدم سرتون سرطان رو خوب کنن به سرطان در واقع سی روز گشنگی میدن که سرطان بمیره از گشنگی کاری که در واقع میکنن ولی میگن بعد از پر بعد بیشتر از پنج روز باید با پیش دکتر این کارو بکنی اه. منم بیشتر از پنج روز اصلا امکان نداره بتونم چون کردم واقعا بعد پرش هم دیوونه میشدم آره خیلی قوی بود کارت بعد این که میگفتید مثلا هم تمیم و اینا خیلی بال با بود <applause> آره فکر کنم همین سلولایی مریض بودن دیگه تمام. جدا میکنه و میاد چون میدونم مثلا خیلی برم جالب اون مثلا گفتم که دیگه مثلا روز سوم هم خالی شد دیگه بعد روز سوم دیگه رگولار شد هرچی که داشت میومد بیرون اون رگولار میومد بیرون اه. یه اندازه بود سر یه تایمی می بیرون خیلی عجیب بود من همش هم مثلا یه روز من دستشویی نرم نه تا روز آخرم رفتم اه. ولی خیلی سمه یعنی مثلا ما رمزون تو عید نمیفهم نمیدونم چه بشه حالا که ما چیزش نکردیم نرفتیم توش این ری... منطقی که بعد مغازه بسته باشه چون چون مگه قانون نمیگه که آدم زیر سن قانونی اوکی روز نگیره نه. یا اصلا میگه نیز. نباید بگیره یعنی مثلا میگن اونجا ولی خب همه مثلا اوکی هم. ولی مثلا غذا بیرون برای اینا هستش ولی خب هستش آره غذای بیرون بر هست مثلا میتونی بیرون ببری ولی نمیتونی تو خود رستوران غذا بخوری این مدلیه اوه چه خوب خب چه خوب نه چون زمان ما مغازه تعطیل بود موقع غذا نه اونا مثلا میتونم یا مثلا سفارش میدی میارن دم خونه یا از اونجا میگیری میبری خونه می‌خوری. این مدلیه اون بنده خدا فکر کن تو اون رستوران کار میکنه فکر کن باور داره به گسچر روزه می‌گیره. بعد ساعت ده صبح داره کباب میزنه تا شیشه بعد از اون ننه از اون سرویس میشه انده خدا خدا که اگه مثلا روز واقعی باشه اون باید 20 برابر کردیت بگیره از مثلا یه آدم معمولی آخه بعضی تا خیرتناق مثلا چیز میخورن سری میخورن تا خیرتون هم افتار میکنن یه وسط آره اوناش, اوناش که اصلا دستش ممونه اوناش که ممونه نسته شو میخوابن یه <تصال> دو سه ست بیدارن دمشون هم یه <تصال> نه میگم اینه اصلا کسی رو یعنی بخواه دو درش این که میگی اصلا دیدم من یادم افتار میذاشتن چه کسافت کاری بود یعنی میخوردن و تو چه جوری فکر میکنی اون برات خوبه مثلا اولش که شروع کردی تو گفتی میدونی برات خوبه نه نمیدونم برام بگو چرا خوبه اما تو چی میدونی من آره تو گفتی که سوال میدونی که روز خوبه نه من نگفتم روز خوبه من گفتم مثلا خودت گرفتی اینا نه برای بدن گفتی برای بدن خوبه خب بدن ریکاوری ریکاوری میکنه دیگه از چی بعد توضیح بدی دیگه من بعد توضیح زنم گفتم 18 سال که غذا نمیخوری بدن میاد توی سیستمی که, شروع نمیگیرم. میکنه <laughs> نه نه من روزه رو کاری ندارم اینی که فکر کردی اگه بولنشی مثل گاو غذا بخوری بعد ده ساعت غذا خوری بعد دوباره مثل گاو غذا بخوری فکر برات خوبه میخوام بدم فکر بعد اون ده هم آب نخوری به خودت تو بی آب کنی چرا فکر کردی این برات خوبه کدوم قسمت فکر خوبه دیگه رو مغزمون کار کردن من نمیگم خودم, خودم همی... کنم رو خودم نمیگم نه نه میدونم, میدونم. فقط خواستم این هم رو مغز چون من تو خودم فکر میکردم دیدم من خیلی زیاد شینم که میگن خوبه ولی هیچ شم یک نفر توضیح بده که چرا خوبه خوبه دیگه بدن تو تمیز میکنه چجوری بدن تمیز میکنه من مثلا ان کردم توش دوازده سال میخواد حل بشه مثلا اون موقعی که من قشنگ کامل دیدم قبل از اینکه بیام این از رو بگیریم قشنگ رفتم کامل دیدم حرف رو تو تو همون که گرفته بودی روزه میگفتیم مثلا قدر یه دونه مثلا خیار رو میدونم و فلان خیار رو با لذت میخورم و اینا این که مثلا بحث شوگازیشم واقعا هست یعنی تو واقعا قدر تو خیلی بیشتر میدونی من خیلی روزم. خب این قبول ولی اینو پنج روز به من رسون دو روز هم نمیرسون اینو به من دیگه چه برسه به 10 ساعت چرا کسی که بخواد درنش سرویس چه بازم فکر کنم مثلا یکی که مثلا کار سخت داشته باشه مثلا یه آهنگر بدبخت که مثلا روزه است 6 ساعت هم 6 ساعته بازش چه برسه مثلا به 18 ساعت نمیدونم شاید ولی خب خیلی دیگه داری در واقع زحمت میکشی که اینو پوینت کنی تو داری میگی از همه آدما که میگینن 90 درصدشون اوکی تخمشون نیست ولی 10 درصدشون داره چونشون پاره میشه به خاطر کارشون بس اونا بیشتر زرج میکشن بعد میاد خونه احساس خیارهاشو بهتر میکنه <تصفح> ای من دارم میگم منی که مثلا 48 سال غذا نخورم هنوز کی رو نبود غذا هنوز, هنوز برام دو روز سوم شروع میشه روز چهارم دیگه کسخلان خب میدم پنجم دیگه, دیگه سوس بخورم که داری میگی با آب بودا بدون آب خیلی سخت داره آدم بیشتر تشنش میشه وقتی روز است خب اونم حرفی دیگه پس میگم مال روزه میشه زجره حالا من که نمیخوام من اصلا طرفدار دار نیستم کلا دارم میگم بیس کار رو دارم میگم که این مدل نه من تا دوست دارم چون من دوست دارم یه نفر با من بحث اونوری کنه یعنی بگی که نه اشتباه داری میگی یا من اینوری دارم فکر میکنم چون اینجوری میشه بحث قشنگ میشه من نمیخوام کسی بشه من بی موافقم چه حالا من تو ایران حالا آره. مثلا اون موقع که شما بیشتر ایران بودی ولی الان که مثلا همیشه هستیم و اینا کلا ما رمضان هم آدمایی که هم مهرموتر میشن چون مثلا میدونید چیه وقتی آدم غذا نمیخوره یه احترام میذاره مثلا کمتر فوش میده کمتر کار بد میکنه کمتر کار کوسیر میکنه شاید شاید مثلا کمتر غذا میخورن انرژی کلا پایینتر کسی واسه دعوا و بحث و اینا رو نداره میتونه ببین 100 درصد یه افکتی که داره وقتی یهو 88 میلیون نفر تصمیم میگن از صبح تا شب غذا نخوریم آبیسی از اقتصادی فرهنگی همه جوری تاثیری داره چون بحثی نیست ولی اگر این رو عقل و واسه سوده نه رو عقل نه واسه سوده اون یا رو یه چیزی درست کرده که فقط بگه ما کار سخت انجام میدیم برای خدا اون آیدیشون بوده یا غذا کم بوده یا ما گفته چه کونی بدم که مردم نفهمن قضا کمه نپشه گفته آقا خدا آمده گفته از این ما باید اینجوری کنیم و اینم آرم من, من نمیدم چه جوری این از درست شده برای من مهم نیست دلیلش این بوده که مردم میخواسته مکشور کنه میگه مردم در واقع محمد میخواسته مکشور کنه که آدمایی که دارن میان مثلا طرفش طرفش گوش میدن بدون کی گوش میده کی گوش نمیده هر کسی روز نگیره شو میده واقعا اعتماد به خدا نداره و من من نمیدونم ها ندام حد میزنم ولی امرو دیگه چرا دانی میکنیم و معنی نداره چون اگه مثلا من من اگه خودم مثلا رهبر ایران بودم میومدم میگفتم که الان دکترا دارن میگن که مثلا اینجوری این مثلا این... داشتم ازت ببخشید استسول این تمام ایه... بعد بگو. بگو من فقط میگفتم که آقا 18 ساعت تو یه ماه رمضان هر ماهی هست 18 ساعت نمیتونیم غذا بخوریم از صبح که بلند شدی واسه 18 ساعت نمیتونی غذا بخوری خوابم قبوله 6 ساعت هم غذا بخوری آبم دیگه اوکیه برای اگه میگنم ماه رمزون رو یه... نه ماه رمزون رو روزه رو یه خود عوض میکردن اون موقع قبول میکردن بودم که خیلی خب کن الان میگن اون موقع خب شاید علم نمیدونسته ولی الان علم میدونه واسه این بیا آب و بیاریم توش ولی نه این هم فوکسن روی زج و فوکسن روی فرهنگ که این مال اون موقع است به تخم خب بفرمایید ببخشید این که گفتی اگه رهبر ایران بودم یه سال با حال اگه یه تیریبون داشتی خب مثلا همه مانیتور ها هم مثلا میشن سویل اقتصادی نیم ساعت میتونستی صحبت کنی؟ مثلا اون حرف ساعت هم ترنسلیت میشه چی میگفتی به مردم؟ که دین رو از بین ببریم همین رو میگفتی؟ همین چون تمام دیشب پریشب بود داشتم بهش فکر میکردن فکر میکردن که اگه دین وجود نداشت این اتفاقاتی که الان افتاده مثلا سال 1200 می افتاد چیزی که سال مثلا دو هزار افتاده آها مثلا 700 800 سال ما عقبیم به خاطر دین خود هر نوع علم و کشف و نمیدونم هر نوع ریسرچ رو به عنوان وسایل شیطان و نمیدونم این ماه خدا نیست و اینا میدیدن و حالا چرا من اصلا نمیفهمم چرا ولی مثلا یه نفر میمده سردت داشتی یه گل رو داشته ازش چای درست میکرد میداده بخوری سردت خوب میشده بعد فردا یارو میگیرن میکشتن چون که این یارو جادوگره بعد یارو هم میگو آقا گل رو من دیدم اگه این گله خوشبوه میخوری سردت رو کم میکنه و در نفر هم کار کرده دارم میدم می نه تو معلوم شیطان هستی و کارای جادوگری میکنی و میکشتن خب یعنی کسایی که دینیان در این لول احمق بودن و از مرگ میپرسی هنوز هستن فقط چون که کلا آدمای خورده باهوشتر شدن و اطلاعات زیادتر شده مردم به نظر میرسن که باهوشتر شدن ولی واقعا نشدن مردم همون گاوایی هستیم که هممونا هم خودم هم توش که همون هزار سال پیش هم زندگی میکردیم یعنی همه باید توی همون توی استبل بغل گاوگوسن بخوابیم فقط ما فهمیدیم که دیگه دکمه میزنیم شومینه روشن میشه دکمه میزنیم کولر روشن میشه و خیلی گنگمون رفته بالا وگرنه همون واقعا بیش بودیم چون اگه نبودیم دین وجود نداشت و تو وقتی میری تو هر دینی وقتی میری تو دیتل تهش اون کسی که سرش از همه گسکش اون کسی که سرش از همه دوست‌تره از همه قاتل‌تره از همه دروغگوتره بعد میگیم خیلی خوب این مثلا مال مسیحی هست. بعد میگی مال بهایی ها رو همین کس شده بعد میگی مال اونی که میبینیم همین کس شده بعد میگی خب چطوری میشه انقدر احمقی ازیاد باشه بعد قبل که مثلا دنیا کوچیک بوده فکر کن مثلا توی مثلا میدلیست میشده اسلامی ها همونجا اسلام و خدا اسلام و این حرف ها اون تو اروپا همه داشتن میزنن که مسیحی و خدا جیزه و از این عرفا. بعد اینا یه روز به هم میرسن بعد میگه که میدونی ما خدا داریم کس خلاه بدبخت وحشی میگه کس کش چی فکر کردی ما هم خدا داریم میگه وا خدا یه دونه از کس خلاه چی فکر کردی بعد اون یکم گفته خب خدا شما کس چیره دیگه معلومه یعنی این لحظه اون لحظه نبود که بگه اه پس ما گول خوردیم هر کی گفته ما خدا داریم هم تو دهن این آدم های دروبو. اون لحظه این آدم انقدر بیشوره که اون لحظه به این که او پس اونا دروغو هن همه این آدم ها احمقا رو نگاه کن به کسیر باور کردن چقدر آدم میتونن احمق باشن ما رو نگاه کن چه باهوشیم خدا واقعی رو داریم و همون موقع اون یکی هم دارن همینو میگن مزدی گرفتم <تصحیح> <تصحیح> <مزدی <برسان آسان> مزدی چی میگن <تصحیح> میگن چقدر اصلا اصلا اون لحظه بعد تو تاریخ نجور که یعنی چی شما می خدا آره ما رمزون هم دارین نه ولی مثلا گفتن گاو نخور به ما گفتن خوک نخور شما نماز هم باید بخونین آره ما جمعه کرده. باید بخونیم ای ما باید بخونیم. اه باید فقط... با هر بخونیم ای چه باحال یعنی فقط اینم نیده بعد خب پس شما کسخولین به مامان بزرگم میگم میگم که مامان جون خدای تو واقعیه دیگه میگه آره میگم پس با واقع بودن خدا واقعی با... بودن خدای تو باید خداهای های دیگه رو کنسل کنه اینو میفهمی بعد میگه آره میگم حالا یه مامانجون دیگه هست چون مامان بزرگ دختر و پسر بنده که روسیه اینا ها به کوی خدای کوچه دیگه باور دارن الان تو به اون چی میخوای بگی چه جوری میخوای بهش بگی که داداش من خدات کوشر بی خیال شو بیا به خدای من بچسب که واقعیه چی الان مسیج داری برای اون بدی گفت من با بقیه کاری ندارم هر آدم مسیحی و آدم دینی و وقتی میرسونی به اینجا میگه من با بقیه کاری ندارم کوشکش یارو گلگاو زبون میداد یارو بخوره میکشتینش چه چیزی تو کار نداری شما کیری ترین و فزول ترین آدمای کره زمین بودین الان دستتون رو بستن با بحث دیگه... بعد معجزه بود کسکلک بود همه چی بود دوربین و اختراع شد نه همه اطلاعات اومد یک جا تو کل دنیا دیگه معجزه نمیاد بعد دین ما کسخالش خداش گفته دیگه نمیخواد بود معجزه قبوله اتفاقی خدای مسیح هم همین تصمیم گرفته اتفاقی خدای بودو هم اتفاقی اتفاقی همه خارکسه خدای دیگه همه با همین تصمیم گرفته وقتی دوربین اومده که ما دیگه معجزه نمیدیم و همه آدمای دیگه هم بودن خب دیگه آدم باید باور داشته باشه خدا میگه که به اندازه کافی مجازه داده دیگه اگه نمیخواد باور کنی کس ننند خب اصلا من نمیفهمم این بحث چه جوری هنو وجود داره و تنها و تنها متاسفانه جوابی که داره اینه که انسان یه موجود فوق احمق زود باور و چونی چرا چون <applause> تو به دنیا میای من هیچ گویی نمیدونی یه بچه بزنی توی فاکین جنگل بزرگ بشه بهش بگی خدا میشته میگه نه من ها تو به وجود میاد هیچ گویی نمیدونی یکی میاد بهت میگه ببین خدا وجود داره چون که عصا میزده آب جر میخورده نمیدونم مار میشده عصا عصا میشده تو کست ننن و و و و و و, 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 و. تو باور میکنی که خیلی خوب این اتفاق افتاده خدا وجود داره بعد سند میره بالاتر یکی دیگه میاد جلو بد میگه که اینا کوسچر بوده و این اتفاق افتاده و دلیل کسرا که تو شنیدی اینا بوده و تو اینجوری من هیچ چی دیگه باور نمی کنم من هیچ چی گوش نمیدم من همه چی رو میدونم کسکش تو اگه این کرکتر قوی داری که هیچ یاد نمیگیری چرا کسیه رو پس یاد گرفتی من به تو میگم میگم دو به علاوه دو میشه چهار دو تا سیبم میزنم اینجا دو تا سیبم میزنم بقلش جمع میکنم خود میشه میشه چهار قبوله تو بچگی که به تو گفته دو بلا به دو میشه دوازده تو نه میفهمیدی نه اولاقی بودی نه یارو به تو چیز نشون داده تو این دو بلا به دو میشه رو قبول کردی بعد من که با سیب و مثال و کتاب میام به تو توضیح میدم تو میگی نه تو کسچر میگی دو بلا به دو میشه دوازه من میدونم باید باور داشته باشه کی هم تو باور داشته چی چه باور داشته باشی کور که نیستیم داریم تو دونه چه اتفاقی داریم میفته کدوم دین کشورش رو قوی تر کرده کدوم دین مردمش رو باهوشتر و قفن تر کرده هر دینی بوده فقط دکتر و ساینتیست رو میکشته کتابا رو آتیش میزده اگه کسکش های احمق و دوز وجود نداشتن که مردم احمق و گول بزنن الان ما خیلی جلوتر بودیم الان ما سه هزار باید زندگی کنیم الان ما ما الان دیگه نباید درد و مرگ داشته باشیم ما الان دیگه نباید فرق داشته باشیم همه اینا اختراع نشده به خاطر اینکه خارکوسه های آدمان رو کشتن کشتن فکر کنم الان فرس رو برم ایلان ماسک و جف بیزوز و تمام 100 نفر قوی ترین آدمای باهوشن کره زمین رو بکشم هر چی همینا درست کردن آتیش بزنم کدوم کار کسته میخواد بره موشک درست که بره بالا خوش پرود بیاد توی کسکش یا من چاقال خب من اگه رو بکشم دیگه اصلا بعد دور برو بگو ست سال دیگه بگو موشک بوده کسی به حفظت باور نمی کن یعنی چی خارج یه چیزی بوده میفته تو فضا برمیگشه یعنی چی با به جون مادرم بوده کسی باور نمی کن اینا این کار رو کردن تا هزار سال هر چی بوده رو پاک کردن هر چی هم خواسته نوشتن موسا میزنه دریا جر میخوره بسته میشه اوکیه یارو گلگاو زبون میداده دست مردم شیطان بوده با آتیشش میزنه اینم منطقه این, این گوستنده اگه تو به گلگاو زبون مشکل داری چجوری با موسا مشکل نداشتی مگه که من میده چی میگم مگه اگه یه نفر چایی درست کنه یه نفر بده بگم این جادوگره بعد یه نفر بزن داستان بگه خاک دریا رو باز کرده ای میگم این دیگه مادر جادوگره دیگه با اون اوکیه و به خاطر اون به اون ایمان میابردن ولی به خاطر یکی میکشتن یعنی هر چی به نفشونه این هر وقت به نفعشون نیست فقط میده اون دست میگه حالا بد حالا خوب حالا بد بعد چقدر باید این کارو بکنن چقدر باید دستشون گویی در بیاد همین دوست چند سال پیش بود چهار پنج سال پیش بود یارو عربستان اومد یارو مرد رو, رو خبرنگاره رو برشتن کشتن بردن تو سفارتشون با عربقی یارو تیکه تیکه کردن بعدش هم تو چمدون بردنش بیرون گفتم ما نکردیم یارو اپل واچ داشت لوکیشن اپل واچ زده بود که اونجاست از اونجا, اونجا نتونسته که در میان یعنی اگه اپل واچ رو نداشت رو میزن زیرش چرا چون یارو میخواست حرف بزنه یا خدا نیست خدا وجود نداره اینقدر آقای عرب عربا عرب رو خر ندارین یارو زدن کشتن اگه تو داری حرف راست میزنی چرا احتیاج داری بکشی مگه دین کسوشر خودت من که به کسوشری باور من با تو رو بکشم من اوکی این کار احمدانه بکنم ولی تو که باور داری و میگی خدا جون رو داده و خدا تصمیم گیرنده است و خدا بی دلیل کاری نمیکنه و اگر کسی اشتباه بکنه بعدا جوابش رو به خدا میده تو چه حقی الان باید یارو رو بکشی بغیر از اینکه میدونی چونت گوهی داری زر میزنی من گیر میفتی و این ترسی و قدرت از دست بدی چون مردم عاقل بشن بغیر از این یه دلیل داره دیگه تو رهبر فلان که نگنه بهش رفتن که نیست دیگه داری میری بهش دیگه دیگه تو شونی بس نمیخوای یه امر خیر انجام داده بشه در مورد خدا فقط امر خیلی نیست فقط و فقط بخاطر اینکه می میترسی چیز میکنی و تو دوی تصمیم میگی که خدای آدم اشتباه درست کرده خدا رو اشتباه کرده واسه من انقدر احمقانه این داستان و من اگه مثلا دستم بودی همین اون ما ولی از اون برم مثل آب تو هونگ آب تو هونگ کوبیدنه آدمایی که دینیان یه جوری باور دارن که انگار خدا رو دیدن خودشون خارکستا آره خیلی توشن واقعا و یه دونه از این کسکشه کتاب قرآن رو نخونده یه بهش میگه یه دونه مثلا یه جمله قشن بگو از خدا که ما حال کنیم نداره یه دونه جمله شاید یه دونه سن تو اخبار هر دفعه یارو آخر اخبارش بگه الله هم <laughs> همونجوری خدا گفته دوست دار باشین ولی مثلا خودش نشسته بخونه بگه که اوه مثلا اگه کسی کتاب میخونه خط میکشه زیرش و بگه این قشنگ بود این جالب بود. کیا میشه سنت تو زندگی یه نفر نمچ گوی خورده باشه. همه لشع همه دارن چون خوش نمیدن علاکی فقط مادینی هستی مادینی هستیم, ما هستیم. با اون خیلی حرف جالبی زد. گفت تمام کسایی که تو ویدیو اپیزود با اون ندیم ببینید. میگه ما هر چه آدم دینی دیدیم میگه من میدونم که داره چه اتفاقی میفته و من دارم دانامی که احمقا سو استفاده میکنم حش پرده اینو میگن تمام اخوندا تمام اونا که میگن واسه حسین گریه میکنن شب که داریم تو خونه اصلا فوش خاله میده به حسین میگه انقدر زر زنیم حسین گلوم در گرفته ما دست سگ گلومو درد بود یعنی یارو سگ باور نداره خودش خب من اینو به چش دیدم من دیدم به آدمی که بیشتر این هیئت ها اینا واقعا من به چش دیدم خیلی توش پولشویی میشه مثلا ما بی... مثلا یکی از هیئت دوربر خودمون مثلا مردم کمک میکنن نظر میدن مثلا بعد فیش هم بهشون میدن مثلا 100 هزار تا 200 هزار تا ولی مثلا فکر کنم مثلا تو هزار نفر دو هزار نفر مثلا پول گنده جمع میشه ولی خب من میبینم مثلا یک تا هم خرج هیئت نمیکنه همون صاحب همون هیئت او همش فیلمه همش فیلمه یعنی بچه شدی هیچ کسی کیرش هم نیست واقعا چه اتفاقی داره میفته واقعا مردم چی فقط تو گول بخور پول پولتو به من بده همه چی خوبه میدی بهشت <تصفح> یه داستان هست من نمیدن واقعی یا دروغ میگن که یکی از یک کشورها شروع میکنه بهشت و فروختن میگه بریم تا جایی که گاون شروع میکنه بهشت و فروختن بعد مثلا میگه هر خونه تو بهشت مثلا هزار دلاره. داره بعد مردم صف میکشیدن و میخریدن از این افایی یارو میاد خیلی مثلا من عصبی میشه که دارن اینجوری میشه بلند میشه میره بهشون میگه که آقا من جهنمو میخوام بخرم من <applause> میگه وا پس خوری میگم جهنم بخرم چقدر همه جهنم اونم هم میگه خب که ما بد میدیم 10000 ده دلار ده. بعد یارو جهنم رو همه رو میخره بعد میاد تو روزنامه میزنه که دیگه نرین بخرید من جهنمو خریدم هیچ کی نمیدم همه بعد به زور ببین برشت. <applause> خب این واقعا نمیدونم جوکه یا واقعی ولی واقعا این منطق همه دیناست نه یکی بعد تازه دارم اینو میگم دود تو ثانیه ای که بفهمی دو تا دین وجود داره باید دیگه با به هیچ کشون باور نکنی نه اینکه بگی یکیشون درسته یکیشون اشتباه دیگه چه برسختی بفهمی سه هزار تا وجود داره قوی تایدین معنیش چیه؟ یعنی دروغترینه یعنی کسیفترینه، یعنی ترسناکترینه اینجوری قوی شده دینه دیگه دین که با عشق نرفته جلو برای چی باید همه جا بزرگترین خونه ها رو درست کنن برای چی باید همه جا نمیدونم خوشگل ترین آرک... آرک... آرکیتکت بیارن بذارن اون توش نمیدونم موزش کنن مردم ورودی بگیرن به توش ببینن برای اینکه فقط باید خوش رو نشون بدن و تبلیغ کنن اگه حقیقت داشت آدم ها بهش میرسیدن آدم ها میرفن دنبالش من در خونت رو میزنم میگن بیا دینی شو یعنی چی؟ یعنی داریم سرباز جمع میکنیم یعنی به ما احتیاج داریم وقت داشت وقت به ما بدی گولت بزنیم وقتی میاد فقط به امید و آرزو میده میگه زندگی الان کیریه یه جزا در میاره تو هم میگه آره من ناراحتم میگه که نگر نباش وقتی که بمیری بری بهش مامانت که الان مریضه خوب بغل نشسته بابات که الان مریضه خوب بغل نشسته خاک آره تو نمیدونی من خودم تو اصلا نمیدونی موان با من خوب بودن یا نه چون مامان با من بعد من بهش ولی وقتی داره به تو میگه اینو اصلا کانسیدر نمیکنه باید تو چجوری میتونی یه آدم عاقلی حرفو نزنه فکر کنم مثلا مالی پیش من مد... پیش خودم من چیز خدا به تو من ناراحتم میگم ناراحتی چیه میگی که من مثلا مامانم مریضه میگم ناراحت نباش تو که بمیری بری بهش مامانت هم اونجاست با هم حال میکنین درسته من بگم که اگر مامان تو بهشتی باشه هم دیگه میبینی اگر هم جهنمی باشه دیگه نمیبینی هم دیگه پس کمکی نتوسم بهت بکنم ولی چون بعد یه چیزی بهت میگم که گولت بزنم اصلا جهنمی وجود در واسه مامان تو مامان که نمیده جهنم مامان جاش تو بهشته خاکست خب همه زنا مامان میشن یه روزی واسه من اصلا نمیفهمم واقعا چه جوری مردم هنوز اسکل اینن چه جوری هنوز گوش میدن به این با این همه تجربه این همه اطلاعات این همه شواهد که اینو فقط یه سری آدم کسکش دوز بودن که میخواسته یارو کشوردار رو بشه منم دلم میخواد کشوردار بودم منم اگه به من میفهمیدم میتونم برم تو خیامود بگم من از طرف خودم آمدم به من پول بدین کس بدین واسه من آدم بکشین همه منم می میکردم تو هم میکردی هر خری این پوزیشن باشه این کارو میکرد کار اون بند خوده که این کارو کرد کار اون بد نبوده کار اون دمش هر کسکشی که الان اینا رو دنبال میکنه هنوز اون ایراد داره الان حالا چ... حتی اگه بدونی داری دروغ میگی مطمئنم اکثرا میدونین دارین دروغ میگین که باور باور دارین ولی اون اونم اون بدتره اصلا یه آدم اصلا میگن که مثلا ما مجبورم به خاطر کارم فلان تو گیر افتاده باشی توش رو دیگه آدم می... گیره توش ولی اینا که توش گیر نیستن و هنوز این کارا رو میکنن و هنوز های نگو فلان مثلا دایی مثلا خود دو. ما موضوعی تو داری مثال میزنی فکر کنم مثلا بنده خدا مثلا 80 سال یه مسیری رو رفته دیگه خیلی واسه سخته اونو برگرده او یه سوال دارم فکر تو هر روز صبح که بلند میشدی یه تیکه ان میزشی درنت میخوردی به خاطر اینکه میدوی بهشت مم. بعد تو سن هشت سالگی پس میگم یه همش کسشیر اشتیاق گول زدن و انم تازه وسط بده بعد تو منطقه دیگه که من چون هشت سال ان خوردم هر روز باید تا روزی که بمیرم ان بخورم تو هر یه روزی که شروع کنی ان نخوری یه روز کمتر ان خوری تو زندگیت چطوری این بده؟ چطوری منو با تو ثابت دیگه <laughs> خب میفهمم ولی خب میتونی از انم بیای بیرون چون عادتش چیه دین برای تو چیکار میکنه زمین تو که آب نمیده تو فقط میشینی به خودت تو خلوتت کسوشر میگی با این نفر این لازم نه اسمش دین باشه منم دین دارم به اونجا شین منم با, من با یکی میشینم میگم به خدا بد راست میگم نه به خدا باور دارم ندارم به یارو دروغ میگم ولی میخوام بهش نشون بدم که یه پوینتیه یه حالت مثلا بابای من به با خدافظ مشکل داره میگه نگو خدافظ میگه بگو بدرود مثلا من وقتی میگم خدافظ یه لغت میشنوم خداحافظ نمیشنوم میشنوم خدافظ خودش یه لغته که مثل خرما هم که مثلا توش میتونن خ و ما هستش نزدیک خداست اینا حالا مثلا اونجوریه تو یه چیز شبیه خدا داره ولی خدا نیست من اینجوری میشنوم تو هم احتیاج داری بریم مثلا بکنی بکن ولی مثلا وقتی ما هم بزرگ من زنگ به من میگه که من برات دعا میکنم خب این آدم احمقه تو که میفهمی من برام مثلا من به گودزیلا باور داشته باشم بعد تو بابات مریض باشه زنگ بزنم میگم که ببین نگران نباش من از گودزیلا خواستم که بابات رو خوب کنه با تو تو مغز نمیگی یارو کس خول مال جنده خب این کار داره با من میکنه دیگه میدونی اون که میدونه من دینی نیستم پس اون که میدونه من به گودزیلا باور ندارم تو به گودزیلا باور داری چرا هنوز فکر میکنی کارت قشنگه بیام؟ من میگی بعد وقتی من میرینم به آدمای دینی میگن چرا احترام نمیذاری برای همینه وقتی مادر بزرگ من زنگ میزنه من میگه و دعا میکنم اون داره به من احترام نمیذاره به کیرم که شما فکر میکنین چون دعا کردن کار خوبیه داری کار خوب میکنین چطوری میتونه بد باشه اینی توهمی که شماها دارین یعنی چی دعا میکنم برات کسیش بیا جو دمه در من کمک کن یا کسیش نگو دیگه سوم نداریم که من فکر کردم که تو خوب بشی به کی هم که فکر کردید من خوب بشه. ما هنوزم میگن یعنی مثلا میدونم می میگم مادر بزرگ خود کیریم تو کانادا میگه دیگه چه بسه به بون بعد وقتی مشهد مسئول میاد میگه مردم دعا کنه بابا تو مسئولی دیگه تو از دست تو در برنامه از دست, بر دست, دست کی میخواد بر بیاد خب نه اینو دیگه این تقصیر اون مسئول نیست وقتی به مسئول یه دونه آدینس اولاق میدی چرا بیا زحمت بکشه میگن آقای فلانی مرغ گرون شده برو به اولاقات بگو اونم هم میگه اولاقا دعا کم کردین میره منم هم بودم همین حرفو میزدم چرا نزنه وقتی آدینس اولاقه چرا مثل اولاق باشون رفتار نکنه منطقه چیه ما همه میخوایم اولاق باشین ولی به ما احترام بذاریم نه کسی رفتی اولاقین اولاقین دیگه این که همه همیشه میان میگن ایران بد نیست دولتش بده من میگم آقا قار کس دولت خودتونین آدما دولت چیزی به اسم دولت وجود نداره یه سری دور هم جمع شدین یه سری مسئول این آدمان اسم این آدم که از خود این آدمان هست دولت دولت که یه دونه جا نیست به در یه دونه چراغ روشن شد رنگ بزنه و کار انجام بده که دو تا آدم دارم جمع میشن یه می میمیره یکی دیگه از اون مسئله دوره هم دارم میارن یکی ب... میره کانادا یه نفر دیگه از همین دوره گروه هم دارم میرن از... از کل کشوری که الان تخمیه به خاطر اینه وقتی مردمش به کسوشه باور دارن من نمیدونم ویدیو قبلی من مثلا این نگاه باشم بچه‌ها که الان دارن نگاه میکنن با با قلندر که مثلا صحبت میکردم قلندر یه پسره مثلا 18 19 ساله است یا 20 ساله است یک جوری باور داره که انگار خدا رو دیده و داره واسه منم کار میکنه یعنی این همه من حرف زدم و این همه فلانو دیده و وضعیت اینا نمونه باز باور داره چرا چون مامانش و... ما باور داره بهش گفته و آدما متنفرن که بگن مامان بابای ما اشتباه بوده ما بابای ما اشتباه فکر میکردن ما بابای ما و سر همین این 20 جنریشن 50 جنریشن هی مامانه بچه احمق میکنه بچه بزرگ میشه میشه مامان بچه بعدی احمق میکنه می خب یه جایی که بگه آقا گسکش نکن من دیگه. احمق بوده مامان بزرگ ما رو احمق کردن وایسیم دیگه ولی این موضوع اصلا انقدر سخته که ما تو خانواده خودمون نمیتونیم یکی رو بکنیم یه چه بسیم در دنیا گوی بخوریم. ولی در اصلاحات من هنوز وظیفه خودم می بینم که آقا هر جا که من دستم میافته اینو بگم چون من با آدمایی که اینترویو میکنم خیلیاشون دوست ندارن راجع به خود حرف بزنیم حالا یا دلیل شخصی یا 99 درصد از اینه که میترسن مردم باشون بدشن دلیل دینم هم همینه چرا دین موفقه چون همه ازش میترسن نه از دین از, رف... از, رفیقش من الان بیام بگم خدا وجود نداره فردا میخوام تو فلان تلویزیون من نمیبرن چون میگن تو ویدیوی اینترنت دیدیم این همچین گفتی یعنی از تهدید و اذیت کردن مردم دینی میترسن مثلا یه گروه لاتن زورگو همه جام آدم دارن میگه کسی اومد گفت ما کسی میگیم بزنینش ما میگیم گودزیلا وجود داره بعد گودزیلا آدم فرستاده آدما جادو میکردن بعد دیگه اینجوری اونجوری کتابم نوشته هر چی خودمون خودم میخواد تو کتاب خودم اضافه میکنیم میگیم اون نوشته یکی میگه میگم قرانو میگه قران, می قرآن دستکاری کردن میگم کسکش تو خیابون آدم میکشن میگن ما نبودیم امروز دوربین هم فیلمش هست دیگه میخوای کتاب دو هزار سال پیش رو عوض نکنن دیوونه ای واقعا احمقی و معلومه که بالا پایینش میکنن بعد حالا تو اصلا بیا بگو تو دنیای گرفت تمام دینا شدن اسلام همه دینا دیگه از پار افتادن و اسلام همه رو گرفت اسلام دا خودش نمیتونه خودش رو جمع کنه تو خودش دوباره جدا میشن یکی میشن شیعه یکی میشه سنی شیه دوازه امامی یعنی چی؟ شیه امامی شیه شیش امامی <applause> <applause> میدید چی میگم بعد خودشون هم میگم بعد با این حال باز آدم دینیه میده جلو همه شونه که بقیه خرن ما عاقلیم این خیلی جالبه یعنی سه هزار تا گروه آدم احمق نشستن همشون باور دارن که یه چیزی رو فرا بر انسانیت فرن شما انسانیت رو نمیفهمین چه برسه به فراب انسانیت انسانی که اصلا کس خواهش اینا به فرار یه بهش و جهنم هم رسیدن میفهمن 2999 نفر آدم دیگه که به خدای دیگه بزنن اونا <تصفح> او رو هن جهنم به هیچ کسی بعد این 2999 بار تکرار میشه روی ریپیت همین جوری خواخه خب یعنی چی واقعا بعد میگم بیا من برو با این نفر که این کار است بحث کن برو راجبش بخون تو نمیدونی و یه این چی کس خودم برم به گودزیلا بخونم چی شو برم بخونم کدومشونو برم بخونم گودزیلا ای یک یا گودزیلا دو یا گودزیلا 500 یا گودزیلا 2000 یا گودزیلا 3000 کدومشونو برم بخونم چون هر کونو که بخونی اول چیزی که میگیم میگه 2099 دیگه کس چرن خب واسه من اگه مثلا برم مسجد بخونم دیگه نمیتونم بیام با قرانو بخونم چون دیگه دیگه مطمئن میدونیم کس دیگه من رفتم مسجد خوندم تو توی تورات گفته که هیچ خدای دیگه و همه خدای دیگه هر کسی خدای دیگه میپرسه نمیدونم کافر رو با بکشیش و, و, و نمیدونم فلان رو بسال بوت گرفته تا بودا گفته یا نگفته تمام شد دیگه تموم شد دیگه. وقتی خ... پس خوندن واقعا معنی نداره تو این سابجکت آقا یا... چیز... یا... تو مثلا یه چیزی هم هست مثلا آدما از عقده اغده... واقعا از عقده زیاد نمیتونن درست فکر کنن یعنی توی که ببخشید دارم این حرف میزنم ولی توی که مثلا این حرف رو داری میزنی از اون اول زندگی توی جای خوبه تهران بودی الان مثلا تو کانادایی اونایی که مثلا محدود می اصلا محدود میشن و اصلا واقعا نمیتون درست فکر کنم فقط سرش خب سر یعنی فکر... پایین خب م... چرا این اتفاق میفته دلیل اینه که میخواد تو دنیای بعدی رفاه آره داشته دقیقاً باشه باشه دقیقا میخواد میگه این تو این زندگی من ای پخی نمیشم حداقل دنیای بعدی بسازم دنیای بعدی خیالی بسازم این همه آدم میلیارد اینجورین اینجوری هست دنیا چقدر تخمیه واقعا بعد یه دقیقه به اینجوری فکر کنم حسین ما همه داریم مثل پادشاه زندگی میکنیم هممون یعنی من دارم راجعه اون یارو که مثلا توی جای بعد ایران هم هست صحبت میکنم نه مثلا توی ناف کانادا همه یه آبی دارن یه برقی دارن یه سری دارن یه حقی دارن این اصلا همه آبونش شو بیخیال شد تو زمان قدیم فقط یه شاه بود که شب راحت میخوابید تازه اونم از شاه دیگه میترسید ولی دیگه از آدمای خودش نمیترسید میگه اگه قرار شاه به ما حمله کنه دیگه دم دروازه خبرش به ما میرسه ولی هر آدم دیگه میخوابید اگه یه دونه کون داده بود تو زندگیش یه دست به دختری زده بود یه کاری کرده بود الان چیز میکرد هر شب با ترس میخوابید که نکنید وقت پادشاه بفهمه سرباز بفهمه فلان کنه یا اصلا اینکه با ما بچه یکی باش بعد میشه و زیرا بشه میزده بدون که بدونه یاشون نمونه شو بصلاً بصلاً توضیح بدم یه بند خدایی از سلام سن رفتگره ماه تو میدونه ماه مثلا من میفهمم می, می قشنگ کل زندگیشو میفهمم چه جو چه مدلی داره زندگی میکنه مثلا خیلی حقوقی کمی داره بعد مثلا از پنج صبح بنده خدا میاد تو این سرما ولی خب مثلا همون پنج صبح تو اون سرما مهرش رو میکنه نمازش رو میخونه مثلا تو فکر داره میکنه زندگی بعدیم درسته اینجوری داره زندگیش میبره جلو بعد مثلا کاری هم نمیتونه بکنه مثلا یه پینه مرد شست سال شست سال, شست سال، ساله چیکار میخواد بکنه آره میتونم بفهمم آره دیگه ببین خیلی قویه دیگه مالی یه توهم به آدم فروخته میگه ببین تو بیا تمام زندگی تو واسه من کار کن به حرف من گوش بده هرچی میگم وقتی مردی برعکس هر چی تو بخوای من بهت میدم دقیقا همینه بود ها شراب دخترام هم همه جندن ولی همه هم باکرن به خاطر تو <applause> هر بار هم بزنید باکره میمونن یه چیزی من اون موقع شنیده بودم فارش شدم از خنده خدا میدوزدش <applause> اینی که تو رودخونه هاش پل شرابه بعد مشروب تو ایران ممنوعه اینش عالیه <applause> <applause> یا میگن حسین تو شرابش مشروب ریختن مرده بعد میگم که اگه به حرف خودش گوش میداد شراب نمیخورد نمیمونه نه همه اوکی هم این موضوع اوکی ببخش من پرسیدم نه نه شراب نبوده آب بوده بعد آبه تون تو بطری مونده بوده خود الکل زده بوده به اون میگن شراب دیدی که مقلت هم میخواه اون سه دو سوال دوچرخه بود <applause> <applause> خب میگم دوباره وقتی آدینس گوسفنده چرا که نه دو چرخه نبوده اون زمان بعد دو اون... یخچاله چی <تصفيق> <تصفيق> میگه حضرت محمد اومد خود در یخچاله باز کردید هیچی ندارن ناراحت شد میدونی <applause> ببین <applause> چون خودش بیشوره آدینس هم بیشوره عدسش در میره ولی تو خود به قول خود باید بفهمی چه لولی باید بیشور باشی که این حرف رو بزنی مثل مثلا من بگم که وقتی که امام حسین فرود اومد تو فرودگاه مثلا کربلا <applause> بس اینکه گفت که همه صد ساله درست شده نه اون موقع خدا برای اماما هواپیما میفرستاد گفته بودن یه سوره هستش که حالا حلا و این حلا سلام منظورش از هوا هواپیمایه بعد همه هم, هم نشستم هم اونجا دارن گوش میدن گوسفند خوکی واقعا من نمیخوام به جون مادرم به قسم دارم میخونم به خدایی که شما باوردنین من نمیخوام به شما به خدا حرف بزنم این حسین به دستک پرسید من یعنی میخوام نمیخوام چجوری بگم نمیخوام بهتون احترام بذارم و نمیخوام بی بکنم با سکوت نمیخوام بگم تو مغزم چیه راجع به خدا و اینا ولی وقتی ازم میپرسی من چون همه را و قایم کنی ندارم حرف دلمو میزنم میدونم هم حرفم درسته میفهمم هم که آدمایی که دینیان چون که کمتر میفهمن فکر میکنن میفهمن و ما, ما احمق داستانی الان اگه نمیفهم من چی میگم پوینت من ثابت کردی که احمقی <تصفيق> 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 ولی خدایی حیف باشه واقعا حیف باشه الان کانه من که چیز که دین نداره واقعا زیباست واقعا قشنگه همه هستن آدمایی که به قول معروف گول خوردن سادن زود باورن هستن باورم میکنن دین جدیدم میسازن چون میگم هیچ بدش بعدش نمیاد بری کوسچه بگی معلومه میمات کار کنن برفت گوش بدن بعد مثلا بگی که روزی پنج بار بعد دلار راست بشی بعد اونا میگن اوکی یکی میگه میگه جمعه ها بعد دلار راست بشی اوکی بعد نگاه میکنه میبینه مثلا خوک ندارن میگه خوک هم غیر قانونیه چون خوک گرونه نمیخوام خوک هم خدا هم هم, هم گوش میدن هر کسی دوست داره یه مثلا قدرت این کازه به اینجوری داشته باشه بابا اصلا این شک نکن تلویزیون مثلا هر چی گرون میشه مثلا یه سری درست میکنن که آقا مثلا گوش گرون میشه گوش واسه بدن کلا ضرر داره هی میشه این واسه بدن دیگه خیلی بده این دیگه واقعا نخور این مدلی قشن <تصفح> خب میگن دیگه من واقعا نیدم چیجی بسر توضیح دادم که این موضوع چقدر رو اصلا منه یعنی اگه من یه تیرون داشتم یه روزی همین کار میکردم فقط میشنم با مردم حرفی زدم ولی بازم دارم میگم میدونستم هم که 99 درصد نمیفهمن ولی برای اون یه درصد این کار رو میکردم نمه آره واقعا خیلی نیازه چون هیچ کی نیست یه رو بزنه همه فقط میگن مثلا یه همه ریز میان ما... آه، یه ریز میان همه ولی نمیان کامل همه باقا. میگن من که خودم چیز خاصی رو باور ندارم ولی با بقیه هم کاری ندارم هر کی هر کاری میخواد بکنه بکنه من اصلا با این موضوع موافق نیستم قبلا این حرفو میزدم و فکر میکنم روی نفهمی حرفو چون یه بار یه گفتم تمام آدمای دینی واسه دو هزار سال آدمایی مثل من رو میکشتن امروز هم دستشون بیفته اگه من تو ایران بودم منو میکشتن یعنی جنسی مثلا خاطره دارم میگن دوره سری بگن حالا اصلا بوده نبوده تو نمیدونی دیگه همین الان من بیام ایران منو میکشم واسه حرفایی که بزنم واسه همین پس یه سری کشورهای دنیا هست که عربستان اینا که همین امروز هم این کارو بکنی میکشنت چرا واقعا احترام بزنی چرا واقعا مگه مثلا اونا هنوز میذارن اونا هنوز نمیذارن اونا هنوز دارن تکس نمیدن هنوز دارن پول میدوزن هنوز دارن مردم رو گول میزنن هنوز همه کار کیریو دارن میکنن فقط یه سری کشور دستشون بند شده دیگه نمیتونن بکشن یه سری ها هنوز میکشن همین امروز منی که از همین گروه فاشیست وحشی دیکتاتوری کیری فرار کردم چرا وقتی این نفر رو میبینم تو این سناریو باید بهش احترام بذارم مگه خونه هم بخوام اجاره بدم کسی بیاد با روسری و دین باور باشه یه خود دو دل میشم من به هیچ احد و ناسی چش ندارم نه به دختر نه به پسر نه به زن نه به مرد نه به پیر مرد نه به سیاه نه به سفید نه به چینی نه به خارجی نه به ایلین نه به گوسفند من با همه اوکیم هم. من سگم میبینم بهش میرسم همونجوری که یه آدم بچه پیدا کنم تو خیابون همونجوری که یه آدم پیر مرد پیدا کنم تو خیابون تنها گروهی که من بهشون احترام ندارم و ازشون میترسم میترسم نه شخصی میترسم برای دنیا آدمایی که به دین باور دارن چون کسی که به دین باور داره یعنی به کسچر باور داره تو وقتی تو به کسچر باور داشتی دیگه هیچ تمومی نداره تو صبح بلند میشی داری منو با Um, کارد میوه خوری پاره میکنی چون خواب دیدی محمد گفته این کارو بکنی میری بهش واسه همین من نمیتونم مثلا بفهمم چرا مردم این کارا رو میکنن همین امروزم هم که دیدی اپیزو شروع شد راجب به روزه بود حسین اول چیز خیلی محکم گفت میدونی که برد خوبه چون معمولا هر کی بر میگه آره بحث تموم میشه من گفتم نه نمیدونم برام توضیح بده من من هیچ چی نمیدونم پس چرا اینا اصلا قولیم بالا ولی اینو که همه میکنن هر ایرانی و الان بهش بگی روز روز روز, 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 روز رو نمیدونم خیلی ولی خوبه برای بدن چرا خوبه هیچ کی دیگه اینو نمیدونه یعنی ببین این این فرهنگ ایرانیه این گوی هستیم که ما 80 میلیون 8 میلیون نفر شدیم همه چی و همون نفر اول که میشتمین قبول میکنیم بی دلیل چون دوست داریم اگر هم دوست داشته باشیم یه مالقبه مثل سوال اقتصادی میتونه هزار بار بگه کسچر <applause> میگه <applause> <applause> دم اون گم که واقعا انقدر کالچر خوب هستیم نمازتون قبول عیدتون مبارک چاکس <applause>